کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که تعداد قربانیان خشونت در افغانستان به بیش از 11 هزار غیر نظامی در یک سال اخیر رسیده است. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان اظهار داشت در یک سال گذشته 3032 قرن نظامی بر اثر خشونت ها در این کشور جان خود را از دست دادن و بیش از 8200 تن دیگر نیز مجروح شدند. به حملات انتحاری، مینهای کنار جاده‌ای حملات موشکی و حملات هوایی نیروهای ناتو را از عوامل کشتار غیرنظامیان نظامیان در این کشور توصیف کرده است به گفته فعالان حقوق بشر در افغانستان بزرگترین سهم کشتار غیرنظامیان نظامیان را سنی های تنرای طالبان به خود اختصاص دادن تا جایی که میزان کشتار غیرنظامیان نظامیان در افغانستان طی سال گذشته میلادی 19 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است وی افزود سال گذشته خشونت ها علیه خبرنگاران نیز در این کشور افزایش یافته است رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان خاطر نشان کرد در سال گذشته 24 خبرنگار جان باخته 20 خبرنگار مجروح و 27 خبرنگار دیگر نیز مورد حملات خشونت آمیز قرار گرفتند گزارش ها از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان در حالی منتشر می شود که اخیرا دادگاه بینالمللی لاهه از رسیدگی به شکایت جنگی صورت گرفته در این کشور صرف نظر کرده است کمیسیون حقوق بشر افغانستان ولی بار دیگر به لزوم رسیدگی به جنایت جنگی به وقوع پیوسته در این کشور تاکید کرد این در حالی است که کشتار غیرنظامیان نظامیان افغان توسط گروه های درگیر در افغانستان مخصوصا از جانب سنیهای تنروی طالبان افزایش یافته اما تا کنون اقدامی در راستای رسیدگی به جنایت جنگی در این کشور صورت نگرفته است.